سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا کوکتل تی وی، امروز با یک ویدیوی جدید در خدمت شما هستیم. قراره با هم صحبت کنیم راجع به کنسرت پایدار، بگیم چه خبر بود و چه داستانهایی بود اونجا و از نقطه قوت و نقطه ضعف‌های کنسرت با هم صحبت کنیم. اما قبل از هر چیزی اگه تازه با کانال آشنا شدید، یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردیدم حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. بدون هیچ صحبت اضافی میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. قبل از اینکه ویدیو رو کامل شروع کنیم، من یه عذرخواهی بکنم. من خیلی تب دارم، بعضی جاها ممکنه عرق زیاد بکنم و اینجوری بخوام با دستمال به هر حال عرقو پاک بکنم. عذرخواهی میکنم ازتون و اگه جای یکم صدام گرفت و این حرفو، به هر حال مریض شدم خیلی و نمیخواستم دیگه از ویدیوها عقب بیفتیم. اما بگذاریم از این داستان، بریم سر وقت کنسرت پایدار، ببینیم که اصلا کنسرت چه جوری ها بود. اول از همه تشکر میکنم از بچهای پایدار که منو دعوت کردن به این کنسرت و دمشون گرم. خلاصه کنسرت توی روز چهارشنبه سوری، یعنی شب چهارشنبه سوری برگزار شد. یه کوچولو تایم کنسرت خیلی به سمت دیر وقت داشت میرفت، در اون کلاب ساعت 10 باز شد و بچه ها ساعت 12:30 شروع کردن که به ترتیب بیان روی استیج، که تایمش خیلی نسبتاً تایم دیری بود. البته اکثر کنسرت ها که توی کلاب برگزار میشه تایمش خیلی به سمت نیمه شب هست و به سمت حتی بامداد میره، که خب شاید بعضیا نتونن بیان یا خودشونو برسونن و این حرفا. اما کنسرت از ساعت 12:30 قبلش خب دیجی داشتیم مثل اکثر کنسرت ها که خیلی موزیکا رو پلی میکرد و این حرفا. اما کنسرت از ساعت 12:30 با اوپنینگی که داشت دنی اسدی شروع شد و من خب دنی اسدی رو قبلا توی اینستاگرام و اینا دیده بودم، کارش شنیده بودم و کاری که با ایرفون داشت مثل مرجنگه و اینا. و اما وقتی از نزدیک اجراشو دیدم واقعا همه چی فرق داشت و واقعا موهایتنم سیخ شد و اصلا یه خیلی عجیب بود فضایی که ایجاد کرده بود با اون اکتی که داشت، با اون به هر حال اجرایی که میکرد و همچنین نورپردازی عالی که داشت. اصلا یه داستان دیگه بود و واقعا یه لول دیگه از لذت بردن از کارش من تجربه کردم زمانی که از نزدیک کار دنی اسدی رو دیدم. بعد از دنی اسدی به ترتیب ایمانمون، جیدال، عرفان اومدن روی صحنه و حتی پویان اردلان هم ترک متاورسو که داشت با جیدال و ایمانمون اومد اجرا کرد. و یه نکته عجیبی که بود، من بعد از کنسرت با ایمان که صحبت کردم به شدت مریض بود و صداش راحت در نمی اومد و من نمیدونم چجوری اجراش انقدر کامل و خوب بود روی صحنه، که این خیلی عجیب بود و دمش گرم واقعا تونست اون اجرایی که باید و شاید و برسونه. یه نکته مثبت که این کنسرت داشت نسبت به بقیه کنسرت ها که من رفته بودم این بود که صدا هم خیلی واضح بود، یعنی تو صدا و اون قسمت حال مهندسی صدا ما زیاد مشکلی رو نمیدیدیم تو بقیه کنسرت ها. حتی کنسرت هایی هم که روزای بعد این کنسرت برگزار شد ما میدیدیم که حتی نویز میافتاد و بعضی وقتا صدا نمیومد، اما این مشکل ما تو کنسرت پایدار نداشتیم. تعداد نفراتی که اومده بودن تو این کنسرت فکر میکنم 350-400 نفر بودن. لوژا کامل پر بود و اون قسمتی که وسط بود کامل پر نبود و خب یه سری شایعه ها و حرفا رو پیش آورد. یه چند تا نکته رو من میخوام بهش اشاره کنم که شاید خیلی ها توجه نکرده بودن به این داستان. اولین نکته ای که بود، یکی از بدترین طوفان های چند سال اخیر ترکیه رو ما داشتیم، که من خودم یه بار از یه شهر دیگه میخواستم برم به سمت استانبول، پروازم کنسل شد و با پرواز بعدی رفتم و حتی بعد کنسرت انقدر برف اومد، یه 12 ساعت بعد کنسرت به میزانی برف اومد که اصلا یه وضع عجیب بود. فکر کنم موقعیت نارنجی اعلام کرده بودن از سمت خود ترکیه و این داستان رو ما داشتیم. و چند تا حالا با سمنم دایرکت اومده بود که بعضی بچه‌ها گفتن ما بلیتو خریدیم ولی نتونستیم بیایم، حالا به خاطر پرواز. یه سری هم گفتن تایمش اوکی نیست چون هنوز ما اداره هامون وازه و داریم به هر حال کارامون انجام میدیم نمیایم. این میتونه از دلایلی باشه که کنسرت پایدار اونقدر که باید شاید پر نبود، چون قبلا این کلابو پر کرده بودن. و یه داستان دیگه هم که بود، یه کوچولو فکر کنم روی تبلیغات و اینها بچه‌ها خیلی
خوب کار نکردن، میتونستن از لحاظ تبلیغات و اینا بهتر کار کنن که جمعیت بیشتری بیاد، چون همونطور که ما دیدیم یه پست گذاشتن و رفت تا نزدیکای کنسرت که اومدن یکی دوتا استوری باشن، خیلی تبلیغات عجیب غریبی نشده بود. اما با این حال با توجه به هوا، واقعا اون شب هوا سرد بود و خود من از اون شب به بعد این حال بدی رو فکر میکنم دارم و یکم حالم ریخ به هم. اما با توجه به این، باز جمعیت خوب بود، صدای کنسرت عالی و ترک های باحالی همه جا کردن. یه نکته دیگه هم که میتونیم بهش اشاره کنیم، نکته هست که به نظر میاد ارفان پیش از حد هوای بچه های نسل جدید رو داره، حالا با تعبیر از بیرون وقتی نگاه میکنیم، چون اوپنینگ کنسرتش با بچه های نسل جدید، خب به طبع بچه های نسل جدیدتر کمتر طرفدار دارن نسبت به ارفان و شاید این هم یه دلیلی باشه و اکثر کنسرت بچه های نسل جدید، یعنی قسمت زیادی از کنسرت رو بچه های نسل جدیدتر دست گرفته بودن و ارفان فکر کنم 5 تا 6 تا ترک اگه اشتباه نکنم دقیق یادم نیست اجرا کرد، که یکی دو تا ترک مونده بود با آخر دوباره رو اجرا کرد که واقعا با استقبال باحالی مواجه شد. و نکته جالبش این بود که قسمت کورسا رو مهتا اومد زنده اجرا کرد که با صدا مهتا هم خیلی جالب شده بود. و در آخر کنسرت هم خط من رو اجرا کردن که هم رو استیج بودن، دارا بود و این حرفا. پارسالی هم تو این کنسرت بود و یک ترک اگه شما نکنم باز زیبای وحشی بود که اومد و اجرا کرد که اجرای خوبی هم داشت. اجرای پویان اردلان هم با توجه به سنش و تازه کار بودنش رو استیج واقعا خوب بود. در کل ما کنسرت خوبی رو داشتیم، پکیج خوبی رو داشتیم، اما یه سری نکات منفی داشتیم که برمیگرده به بانگ ایونت و آقای علی پیری عزیز که به هر حال مدیر این مجموعه هست و برنامه‌گذار این مجموعه هست. اول از همه وقتی من داشتم وارد میشدم، حالا هم به عنوان کسی که توی گست لیست هست و هماهنگ شده بود که آقا ایشون یوتیوبره و قرار بیاد اینجا مثلا یک سری به هر حال برنامه درست کنه و این حرفو، دوربین رو نذاشتن ما ببریم تو، دوربین رو از ما گرفتن دم در، من و یکی از یوتیوبرهای دیگه که اونجا بودیم دوربینامونو گرفتن، که این خیلی نکته عجیب و مثلا نمیدونم چه دلیلی داره وقتی میتونیم دوربینو، مثلا چرا نباید دوربین ببریم که بخوایم حالا خودمون یه سری فوتیج بگیریم یا یه سری کارا با دوربین بکنیم، دلیلش رو نمیدونم. خب گوشی که هست، با گوشی میشه گرفت، چرا با دوربین نه؟ اینو هم واقعا متوجهش نمیشدم و برخورد خیلی جالبی و بادیگاردا نداشتن. خب اینا به بکس پایدار ربطی نداره و برمیگرده به بانگ ایونت و مدیر خودمون کلاب و آقای علی پیری که برنامه‌گذار این داستان بود و هنوز من متوجه نمیشم که چرا. حتی چند جا دیدم که از نزدیک من فهمیدم که چند نفر رو بیرون انداختن از اونجا، یه سری حرکات عجیبی بود واقعا و من دلیلش رو نفهمیدم. حتی یکی دو تا از بچه‌هایی که حالا اونجا داشتن خودشون بودن که فیلم بگیرن، از طرف خوده و هر حال رئیس مجموعه اونجا بودن که فیلم بگیرن، اونا هم یه سری مشکلات و علی پیری واسه شون ایجاد شده بود اونجا، که میگم واقعا متوجه این داستان نمیشم، یکم داستان عجیب غریب کرده بود. اما در کل کنسرت باحالی بود، خسته نموشید میگم به بچه ها، جمع خیلی باحالی بود. یه نکته دیگه هم جا داره که بهش اشاره کنیم، این بود که معمولا توی خیلی از کنسرت ها که میری گست لیست و اون لیست مهمان تعدادش زیاده، اما بچه های پایدار فکر کنم 23-24 نفر رو کلن گست لیست دعوت کرده بودن، که اینم خودش یه نکته جالبیه چون معمولا خیلی گست لیست ها بیشترن، ولی خب 20 نفر رو دعوت کرده بودن. و خلاصه فضای کنسرت خیلی باحال بود و خیلی جذاب بود، فقط این که خب سولد اوت نشده بود یکم تو ذوق میزد، که اونم دلایلی داشت که حالا یه سریاش میتونه با اون چیزایی که من گفتم ربط داشته باشه و حتی میتونه دلایلای دیگه هم داشته باشه. اما خب اگه بخوایم بی‌طرف نگاه کنیم، اون طوفان و به هر حال این داستان ها هم تأثیر داشت توی این کنسرت. خلاصه دمشون گرم، خیلی به من حال دادن و واقعا اونجا کنسرت به من که خوش گذشت و سر خاطره بازی داشتیم و این حرفا، و واقعا اجرای ایمانم باحال بود. یه نکته، یعنی یه ضعف دیگه که ما توی کنسرت دیدیم، یه جا جیدال یه کوچولو صداش قطع شد، یه جا یه تیکه خیلی کم بود، و اینکه بک وکال ها جایی که قافیه بعد گفته میشد زمان اجرای ایمان یکم صداش نسبت به صدای خود آرتیست کمتر بود، این نقطه ضعف رو داشتیم. و همچنین صدای خواننده یکم از بیت بالاتر بود برعکس بقیه کنسرت ها. یعنی خیلی از کنسرت ها میریم که حالا توی گزارش ها اونا میگم صدا خواننده ها رو حتی ما نداشتیم، صدا بیت میومد و حتی صدا مردم بیشتر از صدا خود آرتیست بود، اما ما اینجا این مشکل رو نداشتیم، به جاش یه کوچولو صدای آرتیست از صدا بیت بالاتر بود. در کل واقعا کیفیت اجرا اینها باحال بود، من از کیفیت اجرا اینها
لذت بردم و این نکته نباید این نکته مثبت باشه که ما بگیم نویزی ما تو اسپیکر نمیدیدیم، اما با توجه به این کنسرت های اخیر و این نویزهای عجیب غریبی که من تو به هر حال اسپیکرها شنیدم و یوهوی سوت اینجوری میکشید و اذیت میکرد، خب نسبت به اونایی میشه نکته مثبت، در حالی که نباید اصلا نویزی ما ببینیم به این شکل تو کنسرت ها که این ضعف خب به هر حال مهندسی صدا رو میرسونه. خلاصه در کل امیدواریم که کنسرت ها لولش عوض بشه و داره لولش عوض میشه، راجع به اونها صحبت میکنیم توی ویدیوهای بعدی. دم همه بچه‌ها گرم، دم بانگ ایونت گرم، با توجه به اینکه یک کوچولو رفتارشون حرفه‌ای نبود که حالا جای نقد داره، حالا سیاستشون نمیدونم که چرا دوربین نریم فقط فیلمبرداری خودشون اونجا باشن، اینا رو من متوجهش نمی‌شدم، اما در کل دمشون گرم و خسته نباشید. میگیم همه کسایی که این کنسرت رو برگزار کردن، شما هم اونجا حضور داشتید، کامنت بذارید که راضی بودید نبودید و همین، و اگه نتونستید برسید به کنسرت کلن هر تجربیاتی داشتید نسبت به این چند وقت بنویسید که ببینیم چه خبره. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.